این تیکه ویدیو رو همین امروز دارم ضبط می‌کنم، قبلا ضبط نکردم، اضافه شده. ما سه تا دوست بودیم توی دوره کارشناسی ارشد توی امیرکبیر، هر سه تامون مهندسی صنایع می‌خوندیم و همیشه در مورد این صحبت می‌کردیم که بریم مثلا توی کشور دیگه خارج از ایران تحصیلات داشته باشیم. اتفاقی که افتاد، یکی از دوستامون رفت برای دکترا، به قولی شروع کردیم زبان خوندن، یکیمون رفت دکترا توی آمریکا بخونه و ما دو تای دیگه موندیم. من حقیقتش دیگه سازمان بورس کار پیدا کردم و دیگه یه جورایی پشتم باد خورد، اون یکی دوستم همینطور رفت سر کار پشتش باد خورد. بعد هرچنگایی با اون دوستم که مونده بودیم میشستیم میگفتیم ای بابا نرفتیم و ای بابا نرفتیم و میرفتیم و دقیقه درس میخوندیم، حالا فوقش نشد برمیگشتیم. بعد اتفاقی که افتاد، 3-4 سال گذشت و اون دوستم دیگه تقریبا داشت فارغ التحصیل میشد. بعد همیشه هم میگفتیم بابا فلانی هم داره با بدبختی دکترا میخونه، ما اینجا داریم کار میکنیم، حالش رو میبریم پول در میاریم تو ایران. اتفاقی که افتاد بعد 4 سال که سال 97 اینطور بود، دوباره دلار نابود شد، با اون رفیقم نشستم میگفتیم ای بابا باز ما نرفتیم و باز ما نرفتیم. بعد با اون رفیقم گفتم ببین حقیقتش من تصمیم گرفتم و کاراشو میخوام انجام بدم و برم. و همیشه صحبت می‌کردیم می‌گفتیم بابا کی حال داره بشینه زبان بخونه بعد اپلای کنه بعد تازه بعد بری اونجا شروع کنی درس بخونی، اوه چه پروسه‌ایه. بعد جالبه که من امروز که دفاع پایان‌نامه ارشدم هست داشتم فکر می‌کردم ببین همش انجام شد، یعنی همه اون حرفایی که چه حالی داری پروسه طول می‌کشه همش انجام شد. و جالب‌ترین نکتهش می‌بینی چیه؟ اون رفیق اولم که گفتم رفت دکترا بخونه الان 2-3 ساله که راحت استخدام شده و حقوق بسیار بالایی داره تو آمریکا. من که بالاخره تصمیممو گرفتم و شروع کردم، الان کارمو پیدا کردم و خیلی راضیم. اون رفیق سوممون هنوز تو ایرانه و هنوز داره به این فکر میکنه که ای بابا چقدر سخته و چقدر به قولی طول میکشه که بخواد شروع کنه. این واقعا یه داستان واقعی بود در مورد سه نفری که من خودم به عینه دیدم و سه نفرمون تو مقاطع مختلف شروع کردیم، یعنی با هم شروع کردیم ولی سه نفرمون تصمیم‌های متفاوتی گرفتیم. نمیگم اونی که الان تو ایران غیر موفقه، اونم خیلی آدم موفقیه، ولی اونم همچنان تو حسرت اینه که کاش منم زبان میخونم، کاش منم میرفتم، کاش منم تجربه میکردم. سلام ارادت، ساعت 6:40 صبح هستش، ساعت 10 صبح، من دفاع پایان‌نامه ارشدم توی دانشگاه اتاوا بعد از 2 سال درس خوندن توی رشته مدیریت گرایش مالی دانشگاه اتاوا شهر اتاوا توی کانادا هستش. الانم اومدم یه قدمی بزنم که مقدار مغزم باز بشه، بعدش برم سر کار و کارم شروع کنم ساعت 8 تا ساعت 9 خورده‌ای و بعدش برم آماده شم برای دفاع پایان‌نامه. اما این 2 سالی که حالا اگر در جریان ویدیوهای کانال باشید، من تقریباً 2 سال پیش با اقامت دائم، یعنی اقامتمو گرفتم وارد کانادا شدم و قبلش تصمیم گرفتم که وقتی وارد کانادا میشم اینجا درس بخونم، چون هزینه‌اش خیلی کم میشه و احساس می‌کردم که کلاً باعث پیشرفتم میشه توی کشوری به کانادا و حتما توصیه میکنم اگر توی یکی این کشور میاد یه دوره کوتاه هم شده حتی 6 ماه یه درسی یه مهارتی یه چیزی رو یاد بگیرید، چون براشون مهمه و راحت‌تر میتونید ارتباط برقرار کنید. اما نکته‌ای که وجود داره، پایان نامه توی کانادا حداقل این دفاع یه دفاع تقریبا فرمالیته هستش، همون مثل ایران، چون تقریبا پایان نامه من رو قبول کردم و خوششون اومده، الان فقط باید برم به داورا ارائهش بدم. نکته دومی که وجود داره این که حالا شاید بدونین شاید ندونین، اینجا برخلاف ایران کلا نمره نمیدن، یعنی برای درساتون نمره A B و C و ایناست، A پلاس A B پلاس B A ماینس، برای پایان نامه همون هم نمیدن، یعنی فقط میگن قبول یا رد. فقط همین اون دغدغه، این که مثلا 19.75 شدم 19.5 شدم چرا نیم نمره کم شدم، اونا رو اینجا ندارید. یه سوالی هم که بچه‌ها پرسیده بودن، چون من تو اینستاگرام گفتم بچه‌ها چه سوالی دارید در مورد مثلا بحث پایان نامه، مثلا بچه‌های سوالی که داشتن میگفتن میوه شیرینی میذارن اون همه جلوی استادا و اینا، که نه اینجا اگرم پایان نامه من که الان دفاعش به صورت مجازیه، پای کامپیوتر خودم باید بشینم تو خونه به خاطر بحث کرونا، ولی کلا هم مجازی نبود، خود دانشکده یه پذیرایی مختصری میکنه، اونم در حد مثلا کیک و مثلا کافی قهوه است که مثلا میذاره جلوی همه. یک سوال دیگه ای هم که بچه‌ها پرسیده بودن اینکه اصلا پایان نامه چیه. ببینید کلا خیلی کلی من تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم، احتمالاً به دردتون میخوره اگر ببینید، ولی کلا شما اینجا توی مقطع ارشد
مخصوصا میتونید پا درستون به این صورت باشه که کورس پاس بکنید، یعنی فقط یه سری درس پاس بکنید و مدرکتون رو بگیرید. میتونه ترکیبی از درس باشه و در نهایت یه پایان‌نامه، یعنی یه پروژه تحقیقاتی بزرگ انجام میدید که میشه پایان‌نامه‌تون و بعد میرید نتایجتون رو ارائه میدید، مثلا یه به قولی داکیومنت رو چه می‌دونم 50 60 100 صفحه‌ای می‌نویسید و در نهایت دفاع می‌کنید و ممکنه حتی ازش پیپر هم چاپ بکنید و اینجور مسائل. نکته دیگه‌ای که وجود داره توی دکترا، خب اینجوری نیست، دکترا حتما باید تحقیق انجام بدید و توی کارشناسی هم اصولاً همچین چیزی نداره، چون کارشناسی نهایتش تهش یه دونه مثلا درس کپستون داره، یه پروژه کوچولو شاید ازتون بخوان که انجام بدید. سوال در مورد تحصیل دانشگاه خیلی زیاد است، اگه سوالی بود حتما بپرسید. امیدوارم ویدیو رو لایک کرده باشید تا اینجای کار، اون ویدیو رو هم ببینید، خیلی مباحث من پوشش دادم. ببینید باور کنید چندین و چند صد دلار براتون هزینه صرفه‌جویی میکنه اون ویدیو، روشایی که ازتون کلی پول میگیرن تا بگن. ببین شاید به درتون بخوره، ولی باز اگر موضوعی مونده بود حتما بگید، حتما ویدیو در موردش میسازم. بریم برای دفاع پایان‌نامه. به خاطر همین میگن کانادا همیشه باید وضعیت آب و هوا رو چک بکنید. الان یه دفعه چک کردم دیدم بارون شدید میخواد بگیره و یه دفعه شروع کرد گرفتن. نکته اخلاقی همیشه تو کانادا واقعا آب و هوا رو چک کنید که به این وضعیت دچار نشید. چی شد؟ من مثلا عینک افتابی هم آورده بودم. چی شد؟ کیسی نیستد. خیلی برنامه مفرعی بود واقعا. بریم برای پای پایان. خب بریم سر کارمون. به رئیسم گفتم امروز یکی دو ساعت اول کار میکنم قبل از اینکه دفاعم شروع بشه. خدمت شما عرض شود که اینم منم. اینم بله هات داگ یکی از دوستام اینجا خریده، بعد تازه مچینگش هم برای خودش خریده و میگه با هم اینجوری بریم بیرون. گفتم قربون دست من اینجوری اونقدر کانادایی نشدم از این تیشرت های هات داگ بپوشم بیام بیرون. فعلا یه سبق کار کنم تا بعدش برم سراغ راه. خب اما این اسلاید نهایی به قولی پرزنتیشن من برای دفاع هم هست. این رو الان پرینت میکنم، پی دی افش میکنم و میفرستم برای داوره. سوت 40 دقیقه دیگه جلسه شروع میشه، گذاشتم لحظه آخری براشون بفرستم که خیلی ایراد نتونم بگیرم. برم حالا لباس پانسا عوض کنم دیگه. رئیس هم گفتم که نیستم یه دو سه ساعت برم برای دفاع پایان نامه. خب دیگه الان آمادم این پریزنتیشن. اینم نوتایی که دارم. من همیشه برای هر اسلایدم یکی دو تا خط نوت می نویسم، نه دقیقا از روش بخوام بخونم، ولی نوت می نویسم که بدونم در مورد چی میخوام صحبت کنم و به اون اسلاید که رسیدم گیرپاش نکنم بگم حالا اینجا اصلا میخواستم چی بگم. این خیلی حالت خوبیه، نه اینکه کامل خط به خط بنویسید، کامپیوتری اونجوری به نظر میاد، ولی البته هم میتونید. من یه پرزنتیشن خیلی برام مهم بود، همه رو خط به خط نوشتم، تو دوربین نگاه میکردم اینجا میخوندم، ولی خب حالت طبیعی میخوندم. اگر استرس میگیرید میتونید اون کارام بکنید، ولی من خودم مثلا برای هر کدوم دو خط سه خط مینویسم، نکات مهمی که به اون استایل رسیدم یادم باشه حتما به اون نکته اشاره بکنم. حالا الان دیگه با زوم شروع میشه و سعی میکنم فیلمم بگیرم. Hello everyone. Hey. Hello. Sorry, I was on mute for a second. Yeah, I was. Thank you for joining, and it's really nice being here. We can organize ourselves and figure out exactly who and when is going to be asking questions and blah 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 blah, that kind of stuff. Sure. And I'm here all by myself. Of course, helped me a lot, but for now I'm here all by myself. So please go easy on me. Okay. So you're gonna stay in Ottawa, no? Oh yes, I am in Ottawa, and the company is in Ottawa too. I live very close to Telfer, like in front of the city hall. Probably 5 minutes walk to Telfer. Ottawa is a great city. Although many disagree, but. Hello. Hello, my son. Welcome back. Thank you. Congratulations. Yes.
Thank you. Program, and this program has been a very great experience for me. I had the pleasure of meeting, learning, and talking with a lot of people. I really want to express my appreciation, and I you can't imagine, like, at this stage of my life, how happy, relieved, and stress-free I am, of course, after today. All right, everybody, thank you very much. Again, congratulations, Maysum, and enjoy the rest of your summer. Thank you, you too. I'm pretty sure this summer is going to be perfect. You know, everything is opening up. The weather is good. I'm pretty sure. Hopefully there will be no more lockdowns and we're going to take the best out of our summer. Okay. Excellent. Okay, everybody, take care. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. اینم شد پایان نامه ما. تلاشامون جواب میده. فقط میتونم بگم که تلاشامون جواب میده. همونطور که دید خیلی راحت پاس شدم و نامزد دریافت جایزه بهترین پایان نامه سالانه دانشگاه هم شدم. البته خب به معنی نیست که بردم، ولی خب نامزد شدم. حالا ببینم میبرم یا نه. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. نظرتون بهم بگید. واقعا این حس رو نمیدونم چجوری میتونم باهاتون به اشتراک بذارم. در همین حین یه سری صوفای جدید، مبل جدیدم سفارش داده بودم، تو جعبه برام رسید. خیلی ذوق دارم که برام اونم باز کنم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. لایک کنید. اگر سوالی داشتید نظرتون و تجربتون رو به اشتراک بذارید با منم. کامنت بذارید. Probably do it, buddy. See you in the next one.